سپاه همچنان در پی تشدید در منطقه. تجمعات سراسری در ایران. سقوط یک هواپیما در افغانستان. بیننده و شنونده بخش ویژه اتاق خبری کانال کسی، درود بر شما. امروز 1 بهمن ماه با من سارا ساسانیا، با ما بمانید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در اطلاعیه‌های حمله شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق را تایید کرد. بر اساس اعلام سنتکام، چندین موشک بالستیک و راکت توسط این شبه نظامیان به سمت این پایگاه شلیک شده. به گفته سنتکام، بیشتر این موشک‌ها توسط سامانه‌های پدافند هوایی پایگاه رهگیری شدند. برخی از این موشک‌ها نیز به این پایگاه اصابت کردند. وزیر خارجه عربستان هم گفت که ریاض بسیار نگران است که تنش‌ها در دریای سرخ در بحبوحه حملات متقابل حوثی‌ها و آمریکا از کنترل خارج شود و درگیری‌ها در منطقه را تشدید کند. در اطلاعیه سنتکام آمده حداقل یک سرباز عراقی در پی این حملات زخمی شده و شماری از پرسنل آمریکایی نیز تحت مراقبت برای آسیب‌های مغزی تروماتیک هستند. به گفته سنتکام، ارزیابی خسارات ناشی از این حمله موشکی ادامه دارد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ انجام دادند که بر تجارت جهانی بین آسیا و اروپا تأثیر گذاشته است. ایالات متحده و بریتانیا نیز برای مقابله اقدامات حوثی‌ها دست به حملاتی علیه مواضع این شبه نظامیان مورد حمایت ایران زدند که به باز شدن جبهه جدیدی از درگیری مرتبط با جنگ در غزه منجر شده است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد 405 میلیون پوند به ارتقای سامانه موشکی که در حال حاضر توسط نیروی دریایی این کشور برای سرنگونی پهپادهای متخاصم بر فراز دریای سرخ استفاده می شود اختصاص می دهد. بنابر بیانیه وزارت دفاع بریتانیا که بامداد یکشنبه اول بهمن منتشر شد، سامانه دفاع موشکی نیروی دریایی سلطنتی موسوم به افعی دریا به موشک‌ها، کلاهک‌ها و نرم‌افزار جدید مجهز خواهند شد و قادر خواهند بود تا با تهدید موشک‌های بالستیک مقابله کنند. در پی تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در دریای سرخ، آمریکا و بریتانیا بامداد جمعه 22 دی ماه حملات گسترده‌ای به مواضع حوثی‌ها در یمن انجام دادند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا نیز چند روز پیش هشدار داد که ایران باید دست از سوء استفاده از موقعیت منطقه به عنوان پوششی برای اقدامات بی‌پروا و نقض حاکمیت دیگران بردارد. خبرگزاری رویترز روز شنبه 3 دی ماه از قول 4 منبع منطقه‌ای و 2 منبع ایرانی نوشت که فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه حزب الله لبنان در یمن حضور دارند و در امور هدایت و نظارت بر حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ کمک می‌کنند. 4 منبع منطقه‌ای مذکور به رویترز همچنین گفتند که جمهوری اسلامی حوثی‌ها را مسلح کرده، به آنها آموزش مالی داده و از آنها حمایت مالی می‌کند و از آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون میزان کمک‌های نظامی خود به شبه نظامیان شیعه حوثی را افزایش داده است. به گفته این منابع جمهوری اسلامی، پهپادهای پیشرفته، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های بالستیک دقیق و نیز موشک‌های میان برد در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. گفته شده که این گروه تروریستی به منظور همبستگی با فلسطینی‌ها از این تجهیزات در حمله به کشتی‌های تجاری استفاده کردند. بازنشستگان، کارگران، معلولین و جمع کثیری از کارکنان شاغل در رسته‌های مختلف به رغم فشارهایی که از سوی مسئولان و نیروهای امنیتی به آنها وارد می‌شود، باز هم یک صدا و پابرجا خیابان‌ها را برای اعتراضات خود انتخاب کردند و تا گرفتن حق خود ادامه خواهند داد. کارگران ارکان ثالث شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با برپایی تجمعی گسترده از حضور در محل کار خود اجتناب نموده و در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. در این تجمع کارگران ارکان ثالث ضمن طرح مطالباتشان تاکید کردند تا پاسخگو نمودن مسئولین و مدیران نسبت به شرایط موجود در نفت و تحقق تمامی مطالباتشان تجمعات هفتگی را برگزار و به روز و ساعت آن خواهند افزود. اهم مطالبات
نیروهای شاغل در ارکان ثالث، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری، بازنگری، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تخصیص نفت، گاز، کارت و بن کارت، برخورداری از شرایط کار ایمن و شرایط و مزایای رفاهی متناسب با کارشان می باشد. به گزارش خبرگزاری هرانا، شماری از کارکنان قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در مقابل ساختمان ستاد این شرکت در اهواز و جمعی از مشتریان خودرو پژوپارس در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. همچنین کارگران پالشگاه‌های اول، سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم پارس جنوبی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب و تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از کارگران پالایشگاه‌های اول، سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم پارس جنوبی دست به اعتصاب و تجمع زدند. بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به 2-2 یا همان 14 روز کار و 14 روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان از جمله مهمترین مطالبات این کارگران است. شماری از کارکنان قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان ستاد این شرکت در اهواز هم خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. و اما یک شنبه یکم بهمن 1402، بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، با انتشار ویدیویی از جو شدید امنیتی اطراف سازمان برنامه و بودجه کشور جهت برخورد با معلولان معترض خبر داد. مروتی مطالبه گری را حق مسلم معلولان دانست و گفت که اگر پاسخ به آن برخورد خشونت‌آمیز با این افراد باشد، مسئولیت هر اتفاقی که برای معلولان بیفتد به عهده جمهوری اسلامی است. و همچنین از تهدید به بازداشت خودش در صورت پیوستن به این تجمع خبر داد. روز یکشنبه 24 دی ماه نیز تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تهران با حضور ماموران نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم اجرای 6 ساله قانون حمایت از حقوق معلولان تجمع کردند. خواسته اصلی تجمع کنندگان اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان است که مبتنی بر پرداخت کمک هزینه معیشتی به معلولان شدید و خیلی شدید به میزان حداقل دستمزد سالانه میشود. کیهان: جنایت و ترور بی پاسخ نمی ماند و اسرائیل را از باتلاق نجات نمی دهد. قدس: ثریا در دسترس مردان پارسی. شرق: سیستان و بلوچستان به دنبال شناسنامه ایرانی. آرمان امروز: فقدان دیپلماسی در نقطه صفر مرزی. اعتماد: امنیت برای همه، ناامنی برای هیچ کس. اعتدال: روایت تبدیل دبیرستان‌ها به کلاس کنکور. آرمان ملی: پارادوکس فرزندآوری و کمبود شیر خشک. ابرار: اسامی 1560 کاندیدای اصلاح طلب را اعلام کنید. پیام ما: سرریز فاضلاب به قره‌سو، تهدید علیه امنیت غذایی ایران. جوان: فرار نتانیاهو از غزه به ترور. دنیای اقتصاد: بازگشت دلار به رالی بازارها. سمت: تنظیم بازار، دریچه‌ای به تنظیم تولید. روزگار معدن: تحقق اهداف معدن شرط پیروزی در جنگ اقتصادی است. صنعت: رشد بورس پس از کفسازی جدید. خبر ورزشی: قائدی پازل تاکتیکی قلعه نویی را به هم ریخت. و در ادامه اخبار با شما خواهیم بود. آقای بهشتی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران بار دیگر به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در شعبه چهارم دادیار لنگرود حاضر شده و پس از تفهیم اتهامات فوق با قرار کفالت به مبلغ 100 میلیون تومان موقتا آزاد شده است.
این پرونده سازی جدید در حالی صورت میگیرد که در کمتر از 4 ماه پیش این فعال صنفی معلمان با همین اتهامات در دادگاه انقلاب گیلان تبرئه شده بود. لازم به ذکر است که محمود بهشتی از سالهای 83 تا 1400 نیز با اتهامات واهی اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی، توهین به مقامات، نشر اکاذیب، سالیان متوالی را در بندهای مختلف زندان اوین سپری کرده است. پرونده‌سازی علیه فعالین صنفی معلمان در همه دولت‌ها، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، رویه ثابت حاکمیت بوده است و همین امر تأکیدی عینی بر مستقل بودن و عدم وابستگی سیاسی تشکل‌های صنفی معلمان است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در بیانیه‌ای پرونده‌سازی علیه محمود بهشتی و دیگر فعالین صنفی را محکوم کرده و خواهان مختومه شدن همه پرونده‌هایی است که علیه مطالبه‌گران صنفی و مدنی گشوده شده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان آمده است 8 روز از اعتصاب قضای آقایان ایرج رهرما و غلامرضا غلامی گذشته است. این دو همکار در استان فارس در حالی بازداشت و زندانی شدند که برای طی روند قانونی برگزاری مجمع انجمن فارس به فرمانداری رفته بودند و در کمال حیرت توسط اداره اطلاعات فارس دستگیر شدند. از سوی دیگر خبر می رسد که حکم زندان این معلمان در دیوان عالی کشور نقض شده و نامه آن نیز مدتی است به دادگستری شیراز ابلاغ شده، اما بنا به خواست ضابطان اعلام و اجرا نشده که اجرای آن به معنای آزادی این فعالان تا تعیین تکلیف در شعبه هم ارز است. کانون صنفی معلمان ایران ضمن حمایت همه جانبه از خواسته به حق این معلمان و فعالان که در واقع چیزی جز اجرای سریع و دقیق قوانینی که نهادهای قضایی و امنیتی مدعی اجرای آن هستند، همچنین از دستگاه‌های مسئول می‌خواهد بیش از این با استفاده ابزاری از قانون در جهت سرکوب فعالان صنفی و مدنی مشروعیت خود را زیر سوال نبرده و قانون و قانون مداری را به سخره نگیرند. یک هواپیمای مسافربری روسیه در بدخشان افغانستان سقوط کرد. منابع آگاه محلی در ولایت بدخشان واقع در شمال افغانستان تایید کردند که شنبه شب 20 ژانویه یک هواپیمای مسافربری در منطقه کوهستانی ولسوالی زیباک این ولایت سقوط کرده است. خبرگزاری باختر، رسانه وابسته به طالبان، نیز با تایید این خبر هواپیمای ساقط شده را متعلق به یک شرکت هندی اعلام کرده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. یک خبرنگار هندی به نقل از مقامی در وزارت دفاع هند نوشته است که این هواپیما ثبت شده در هند نیست و به روسیه تعلق دارد. به گفته مقام‌های هندی، پرواز ایروفلوت که شامگاه شنبه به مقصد مسکو در حرکت بود، صبح روز یکشنبه به زمین نشسته است و احتمالاً هواپیمایی که سقوط کرده مربوط به یک پرواز چارتر بوده است. در این حال رسانه‌های چین گزارش دادند که این هواپیمای مسافربری از هند عازم روسیه بوده است، اما هنوز نوع هواپیما و تعداد سرنشینان آن مشخص نشده است. مبدأ این هواپیما دهلی پایتخت هند و مقصد آن کابل پایتخت افغانستان بوده. این هواپیما حامل 65 مسافر و 6 خدمه بود. به گفته گروه‌های امدادی هیچ نشانه‌ای از بازمانده‌ها وجود ندارد و هواپیما بر اثر برخورد و آتش‌سوزی به طور کامل از بین رفته است. صبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که یک تیم تحقیقاتی به محل اعزام شده است. ممنونم که همیشه ما رو همراهی میکنید. فراموش نکنید آدرس و صفحه رسمی تلویزیون ما رو در اینستاگرام چنل وان تیوی رو میتونید در گوشه تصویر مشاهده و دنبال کنید و یا از یوتیوب شهرام همایون دیدن کنید. ویدیوهایی که شما برای ما میفرستید بخش مهمی از کار ماست. جایی نرید، برنامه های ما ادامه دارد. تا بخش بعدی، بدرود.